عقل دلالت بر بطلان این اعمال میکنه، شرع دلالت قبل از عقل، شرع دلالت وحی دلالت بر بطلان عقل این کارها میکنه. وحشیگری است، عادتهای دوران جاهلیت بشره. همه جاهلیت ها چون این چیزهایی داشتن، البته نه به این رسوایی ها. امروزه در جهان قرن 21 گاو پرستان بلا تشبیه هم چون این کاری نمی کنند، فرج پرستان هم چون این کارهایی نمی کنند. عیب نیست که اینها به اسلام نسبت داده بشه. این زنجیرزنی ها، این خون ریزی ها، این فتنه بازی ها، این همه تحریف تاریخ، این همه کشت و کشتار، هزار ببینید سبعیه که لعنت خدا بر اونها باد، من کمتر لعنت میکنم، چون این فتنه ای در داخل اسلام ایجاد کردن 1300 سال تقریبا که این فتنه به همین شکل ادامه داره. که چی؟ آقا ما آل بیت رو دوست داریم، نمیذاریم ما سر کله خودمونو بزنیم به نام آل بیت. ولی یادم میاد که فرمانده ساسانی، فرمانده آتش پرستان یزدگرد، در کنفرانس شهیر خودش در نهاوند گفت که لشکریان مسلمان را در داخل خانه خود مشغول دارید. ایناش 1300 ساله که ما را در داخل خانه خود مشغول نگه داشتند با سر کله زدن خود به نام آل بیت، به نام اسلام راستین، به نام ولایت. اما اگر پوسته این موضوع رو بکنید که بنده خدا به من توفیق داد در عمر خودم رفتم دنبال این چیزها، شرفتی به اسلام نداره. آرایست که راجع به هارون در زمان موسی همین چیزها رو با غلو و افراط در دین او تراشیدن، بعد اومدن به اسلام منتقل کردن. ابن سبا در دوران سبایی قبل از اسلام خودش هم این حرف رو میزد، اما راجع به هارون علیه السلام.